سفر پرفضاحت اشتون چرا وحشت باندها از قیام را دامن زده است؟ روزنامه جوان، ارگان بسیج ضد مردمی. حسین شیخ الاسلام، مشاور امور بین الملل رئیس مجلس: رفتار ناپسند اشتون دستاورد سفرش را خدشه‌دار کرد. واقعا اشتون کار غیر دیپلماتیک و ناپسندی انجام داد و دزدکی به دیدار برخی از کسانی که در فتنه نقش داشتن رفت. روزنامه حکومتی تهران امروز، ارگان پاسدار قالیبان: سؤال مجلس از وزیر اطلاعات درباره دیدار اشتون با محکومان امنیتی. روزنامه حکومتی قانون: برخورد دور از انتظار و توهین بیسابقه کوچکزاده به وزیر اطلاعات: به خدا در این کشور کودتا شده است. روزنامه کیهان، ارگان خامنه‌ای: مهرداد بزم‌پاش، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، با اعلام این خبر که خانم اشتون از قبل از سفر به ایران شرط کرده بود با فتنه‌گران دیدار خواهد داشت و طرف ایرانی این موضوع را پذیرفته بود، اظهار داشت: چرا وزارت خارجه راستش را به مردم نمی‌گوید؟ این دفعه چندم است که وزارت خارجه با بازی‌های سیاسی و روش‌های غیر متعارف سعی می‌کند تقصیر اتفاقات را به گردن نگیرد و از یک سو خود را مبرا نشان داده و از سوی دیگر هدف بخشی از دولت را که تطهیر و مسئولیت بخشی به فتنه‌گران است دنبال کند. روزنامه جوان، ارگان بسیج ضد مردمی: مادر ستار بهشتی فتنه‌گر نیست، عکسی که فتنه‌گران را آشفته کرد. ماجرا از این قرار بود که جوان در گزارش خود به نقل از نمایندگان مجلس تأکید کرده بود که دیدار اشتون با فتنه‌گران دخالت در مسائل داخلی ایران است. اما از آنجا که در دیدار مورد نظر مادر ستار بهشتی وبلاگ‌نویس که چندی پیش به دلیل برخی تخلفات انتظامی در بازداشتگاه پلیس درگذشت و پرونده‌اش در محاکم قضایی به سرانجام رسید نیز حضور داشت و روزنامه جوان هرگز بنا نداشته ایشان را به عنوان فتنه‌گر معرفی نماید، لاجرم مجبور شد تصویر این مادر محترم را از عکس گزارش یاد شده حذف نماید تا شایبه فتنه‌گر بودن وی در ذهن مخاطب ایجاد نشود. اما همین اقدام جوان کافی بود تا رسانه‌های فتنه‌گر خط تخریب جوان را دنبال کنند. سرمقاله روزنامه حکومتی سیاست روز: دوم خروس یا حسنیت اشتون؟ حسنیت 28 کشور اروپایی با سفر کاترین اشتون به تهران بر همگان نمایان شد و دم خروس از لباس اشتون برون زد. طبق توافقی که میان ایران و 5+1 انجام شده، دو طرف تنها بر سر موضوع هسته‌ای گفتگو خواهند کرد و لا غیر. اما هنوز توافق هسته‌ای نهایی نشده است. غرب پا را فراتر نهاده و در خانه ما سخن از نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران می‌زند. سرمقاله رسالت، ارگان باند مختلفه: مدل‌های جدید مداخله. خانم اشتون در سفر به تهران گفته است: ما در این سفر روی موضوع حقوق بشر متمرکز بودیم. و بعد به عنوان نمادی از این رویکرد می‌رود سفارت اتریش و با یک شهروند پناهنده به یک کشور اروپایی ملاقات می‌کند. هیچ یک از نهادهای امنیتی و سیاسی مسئولیت این اهانت به ملت و دخالت مزورانه در امور داخل کشور را نمی‌پذیرند و فقط با انتشار بیانیه‌های کلی و مبهم از خود رفع مسئولیت می‌کنند. در کشور یک جریان منحط سیاسی هست که سر در آخر اجنبی دارد و در فتنه 88 به نفع سرویس‌های سیاسی و امنیتی غرب اقتدار ملی را به چالش کشید و منافع ملت را به نفع مطامع غرب به خطر انداخت. امروز علائم خطرناکی مشاهده می‌شود. دوباره این جریان به مدد خارجی می‌خواهد فتنه سال 88 را بازتولید کند. کاترین اشتون میذره، پس لرزه های اون در درون رژیم آخوندی همچنان ادامه داره و ظاهرن به نظر نمیرسه که به این زودی هم تموم بشه. در این مدت سردمداران باندها تا تونستن به روی هم چنگ و ناخون کشیدند و رسانه هاشون رو از انواع اتهامات بر علیه هم پر کرد. اتهاماتی که بسا کوچک در از اون در نظام ولایت به معنی محاربه و حکم اعدام
در برداره. مجلس آخوندی یکی از صحنه های چنگ در چنگ شدن مهره های باند های در حال جنگ. یک عضو مجلس ارتجاع به نام کوچکزاده ضمن حمله شدید به دولت روحانی و تقاضای استیضاح وزیر اطلاعات میگه که آقای وزیر اطلاعات کجا هستی که برای بار دوم این عجوزه یعنی اشتون می آید در سیستم قضایی کشور ما دخالت می کند. این کوتاهی ها پذیرفته شده نیست. کوچکزاده رئیس مجلس آخوندی رو هم به چالش می کشه و خواستار موضع‌گیری می شه تا جایی که پاسدار لاریجانی مجبور می شه که بگه که کاترین اشتون کار بسیار زشت و دوزانه ای کرده. حملات شدید دوبان به هم دیگه مطبوعات آخوندی رو هم پر کرده. رسالت ارگان باند مؤتلفه از دستجات ولایت در سرمقاله امروزش باند مقابل رو که دعوت کننده کاترین اشتون بوده تبهکاران سیاسی و نوکران اجانب در داخل نامیده و قوه قضاییه رژیم خواسته که به کار اونها رسیدگی بکنه. روشنه که این اتهامات در رژیم آخوندی چه معنایی داره. این رو به عنوان یک نمونه گفتم که حکم مشت از خربار رو داره. تا همینجا میشه نتیجه گرفت که سفر پروزاحت و مماشاتگرانه اشتون باعث چه ولوله‌ای در درون رژیم شده. اما سوال اینه که اصلا چرا باید سفری که با هدف مماشات صورت گرفته و باید برای یک رژیم منزوی و گرفتار در حلقه محاصره بحران‌ها و تحریم‌ها نقش آب حیات رو داشته باشه باعث چنین تنش سنگینی در درون رژیم میشه؟ مگه همین رژیم سه دهه رو با تکیه بر مماشات اثر نگذرونده؟ حالا چرا نمیتونه این پدیده حیات بخش برای دیکتاتوری رو بپذیره و نمیتونه اون رو حذف کنه؟ مروری بر آنچه سردمداران و رسانه ها در جریان همین جنگ و جدال ها نثار هم کردن شاید راه ما رو به جواب باز کنه. در میون همه این اتهامات دو کلمه بیشتر از همه تکرار شده و به نظر میرسه که این دو کلمه جنبه محوری داشته باشه. یکی کلمه فتنه و اتهام راهگشایی برای فتنه. خب میدونیم که منظوره بانتا از فتنه همون قیامه. کلمه دیگه اوکراین و تشبیه شرایط کنونی ایران به اوکراینه. باند ولایت رقیب رو متهم میکنه که با دعوت از اشتون و دعوتهای مشابه قبلی داره راه فتنه و سناریوهای شبیه اوکراین رو هموار میکنه. بله، وحشت از قیام در شرایطی که خشم انفجاری جامعه در بالاترین حد خود قرار داره و سردمداران نظام ولایت میدونن که انفجار بزرگی در راهه، تمامیت رژیم رو به لرزه انداخته. باید به این وضعیت شرایط وخیم اقتصادی رو هم که راه نفس رژیم رو بسته اضافه کنیم. همچنین در نظر بگیریم که زهر تا اعماق جسم فرتود نظام ولایت نفوذ کرده و آثار خودش رو بارز کرده. پس بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که در چنین وضعیتی هیچ اقدامی و هیچ دارویی نمیتونه به این رژیم زهرخورده کمکی بکنه. و همطور که شاهدیم هر گونه اقدامی بر شدت بحران‌های رژیم اضافه خواهد شد.